آواتار آنگ و جنگ 100 ساله‌ای که 4 ملت را از هم جدا کرد و آواتار کورا که باید تمام سعیشو میکرد تا این ملت‌ها رو در کنار هم دیگه نگه داره. اما چه اتفاقی قبل از افسانه کورا افتاده؟ از قرار معلوم تاریخچه طولانی بین آواتار، آخرین بادافزار و افسانه کورا وجود داره. و امروز می‌خوایم به کارهایی که آواتار نوجوان بعد از جنگ انجام داد و چیزهایی که منجر به وقوع پدیده‌های زمان کورا شد نگاهی بندازیم. سلام، به کامیک فکتس خوش اومدید. من عرفان هستم و اینجا جایی برای آشنا شدن با دنیای یبر قهرمان‌ها و کاراکترهای مورد علاقتونه. اگر شما برای اولین باری که به اینجا سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله میتونید سایر ویدیوهایی که واسهتون میسازیم از دست ندید. و اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگراممون که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم رو فالو کنید. خب فکر نکنم حرف دیگه باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. بهترین جا برای شروع ماجرامون پایان ماجرا است. پایان جنگ 100 ساله. آواتار نوجوان بلافاصله بعد از جنگ یک سری ماجراجویی‌ها رو شروع کرد. شما میتونید داستان این ماجراجویی‌ها رو در کامیک‌های The Promise, The Search و همچنین The Rift بخونید. البته کامیک‌های بیشتری وجود داره، اما این سه تا کامیک‌های اصلی هستن. با جستجوهای بسیار بالاخره جوابی برای راز بزرگ آواتار پیدا شد. خب با این سوال شروع می‌کنیم. چه اتفاقی برای مادر زوکو افتاد؟ اگر بخوایم یک داستان پیچیده رو به طور ساده بهتون بگیم، اینجوریه که اورسا با اوزای معامله کرد تا بهش کمک کنه و پدرش رو مسموم کنه و به این ترتیب تاج و تختش رو به دست بیاره. بر اساس اون معامله اورسا باید فرار میکرد و هیچ وقت هم بر نمیگشت و زوکو رو میذاشت و میرفت. وقتی اورسا به خونه بچگیاش رفت، فرصت اینو داشت که زندگی جدیدی رو شروع کنه. در یک دره فراموش شده روحی وجود داشت به اسم مادر صورت‌ها یا چهره‌ها. اون به اورسا یک هویت جدید داد به اسم نوریکو. بچه من دارم یک داستان پیچیده رو به ساده ترین زبان ممکن براتون تعریف میکنم. برای اینکه بدونید کل ماجرا چی بوده، دوباره بهتون پیشنهاد میکنم که برید اون کامیکایی که اول بهتون معرفی کردم رو بخونید. یک کم میپریم به آینده، به وقتی که آواتار نوجوان بزرگ شده و شخصیت‌های اصلی شروع کردن به رشد دادن شجره خانوادگیشون. آنگ و کاتارا بعد از ازدواج با هم دیگه صاحب سه فرزند شد. کایا، بومی و تنزی. بومی بچه اولشون بود و برخلاف اون دوتای دیگه قدرتی نداشت، یعنی هیچ افزاری نمیکرد. در فصل سوم افسانه کورام اون طی یک سری تمرینات همگرایی هارمونیک قدرت بادافزاریش رو به دست آورد. کایا دومین فرزند و یک آبافزار قدرتمند بود. کایا در سراسر جهان سفر میکرده و تبدیل به شفادهنده مشهور جهانی شد. در آخرم تمزین رو داریم که آخرین فرزند اونها و اولین بادافزاری هست که بعد از بیش از 100 سال به دنیا اومده. تمزین همراه با همسرش رفت که برای پایه‌گذاری جزیره بادافزارا اقدام کنه. اونها اونجا صاحب 4 فرزند شدن. جینورا، ایکی، میلو و روحان که هر 4 تاشون هم بادافزار بودن. وقتی هم سرانجام آنگ در سن 166 سالگی از دنیا رفت، تمزین تنها استاد بادافزار زنده بود و تنها کسی بود که میتونست تکنیک بادافزاری رو به کورا آموزش بده. اما چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که آنگ تنها کسی نبوده که خانواده تشکیل داده، بلکه زوکو ارباب آتیش هم برای خودش ریشه هایی رو ایجاد کرده. تصور بر اینه که اون از می صاحب بچه شد. اون شدیداً عاشق می بود. زوکو یک بچه داشت به اسم آزومی که موفق شد اون رو به عنوان یک ارباب آتیش تربیت کنه. آزومی 2 فرزند داشت، یک دختر بینام و نشان و آیرو. و در آخر میرسیم به تاف که اون هم نسل خودش رو ایجاد کرد. اون صاحب 2 دختر شد به اسم لین و سوین بی فانگ. و بر سر اینکه کی پدرشونه بحث و جدل های زیادی به پا شده. برخلاف بقیه تیم آواتار، روش مادری کردن تاف خیلی شبیه به روش آموزش دادنش بود، خشن و بی‌نظم. لین فرار کرد و رفت پیش پلیس شهر، اما سوین غیبش زد و زافو رو پیدا کرد. تاف بعد از اینکه رئیس پلیس افتخاری شد، تصمیم گرفت سر به بیابون بذاره و ادامه زندگیش رو به عنوان یک گوشه نشین سپری کنه. اونم فقط به خاطر اینکه کورا پیدا شد. متاسفانه هیچ شواهدی مبنی بر خانواده دار شدن ساکا وجود نداره. در حقیقت ما چیزهای خیلی کمی در مورد ساکای بزرگسال میدونیم. یکی از تئوریایی که وجود داره اینه که اون و تاف با همدیگه رل زدن، اما این موضوع هیچ وقت تایید نشده. نشون داده شده که تاف در آخرین بادافزار یک حسی به ساکا پیدا کرده. این موضوع هم بارها نشون داده شده، اما با همه این تفاسیر ساکا رفت با سوکی. خب اینایی که گفتیم یکی از کوچکترین تغییراتی هست که در جهان آواتار رخ داده، چون با شکست خوردن شرور داخل داستان همه چیز تموم نمیشه. آواتار هنوز یک عالم کار برای انجام دادن داشت. یکی از بزرگترین تعهدات آواتار آنگ جنبش بازیابی هارمونیه. پدیده جنبش بازیابی هارمونی هم در کامیک وعده اتفاق افتاده. بلافاصله بعد از اینکه پادشاه کوی دوباره تاجگذاری کرد، به اون آنگ پیشنهاد داده شد که مستعمرات ملت آتیش رو که در قلمرو پادشاهی زمین قرار داشته رو به ملت آتیش برگردونه. این حرکت تعارضات زیادی رو به بار آورد.
وقتی سوزن ارباب آتیش سرزمین های پادشاهی زمین رو مطالبه کرد، مردم رو از ملت آتیش به اونجا آورد که اونجا زندگی کنن. آواتار روکو به خاطر این مستعمرات باهاش درگیر شد و با اینکه داشت سوزن رو شکست میداد، هرگز مستعمرات رو رها نکرد. بعد از اینکه جنگم تموم شده بود، زوکو و آنگو کوی با هم دیگه ملاقات کردن تا از شر مستعمرات ملت آتیش خلاص بشن. آنگ میان جیگری میکرد تا مطمئن شه همه چیز در کمال صلح پیش میره. جدا کردن مستعمرات جدید بدون مشکل پیش رفت، اما وقتی زمان خلاص شدن از مستعمرات قدیمی رسید، مشکلات هم زیاد شدن، چون که یک سری خانواده های چند نژادی و چند نسلی وجود داشتن که این مستعمرات رو خونه خودشون میدونستن. اونها به ملت آتیش به عنوان خونه نگاه نمیکردن. یودا یکی از مستعمرات قدیمی بود که به شدت با منحل شدنش مخالفت شد. داستان به جایی رسید که دختر شهردار سعی داشت جون زوکو رو بگیره و معلوم شد که یودا نه تنها قدیمی ترین مستعمره نبوده، بلکه خونه ی بازمانده هایی بود که با جنبش بازیابی هارمونی مخالف بود. زوکو در درجه اول دید که هر دو ملت چقدر یک پارچه بودن، ولی متوجه شد که شهروندای یودا احساس خوبی در رابطه با ملت آتیش ندارن و سعی داشت با پادشاه کوی مذاکره کنه و اونو به سازش راضی کنه. اما کوی از مذاکره سر باز زد و به جاش دستور داد که یودا رو به زور بگیرن. هر دو جبهه برای جنگ آماده شده بودن. به نظر می رسید بعد از جنگ 100 ساله دوباره همه چیز به جوش و خروش افتاده. بالاخره بعد از یک رشته اتفاقات پیچیده و طولانی، این جنگ با مصالحه‌ای که توسط آنگ، زوکو و کوی برقرار شد به پایان رسید. مستعمره یودو و سرزمین آتیش قدیم با هم دیگه ادغام شدن و شهر جمهوری به عنوان پایتخت این منطقه جدید انتخاب شد. اینجا بود که افسانه کورا اتفاق افتاد. شهر جمهوری به خاطر منابع گوناگونی که داشت خیلی زود تبدیل به یک کلان شهر پر رونق شد و کم کم با یک سری مشکلاتی که اغلب کلان شهرها باهاش مواجه هستن روبرو شدش. جرم و جنایت و ناآرامی‌های سیاسی. با پیشرفت جهان، شهر جمهوری هم بازتاب جهانی پیدا کرد و مردم از هر ملیتی میتونستن شهروند این شهر بشن. در زمان کورا بین قبایل آب شمالی و جنوبی هم جنگ داخلی در گرفته. علاوه بر اون بین شهروندای شمالی و جنوبی شهر جمهوری هم تنش‌هایی صورت گرفته. در واقع مشکلاتی که کورا در زمان خودش باهاشون مواجه شده بود مشکلات مدرن بودن. اما دوتا از مشکلات ویژه‌ای که وجود داشت برای زمانی بود که آنگ هنوز زنده بود. خب می‌خوایم یه نگاهی بندازیم به آمون و زهیر. اول با آمون شروع میکنیم. آمون قبل از اینکه رهبر جنبش برابری بشه به عنوان نوآتاک قبیله آب شمالی شناخته میشد. اون یک بچه بیخیال بود که از برادر کوچکترش مراقبت میکرد. اون همیشه دوست داشت که همه با انصاف و برابری رفتار کنه. اما وقتی معلوم شد که اون و برادرش هر دو آب افسار هستن، پدرشون یوکون از افسار بودنش خل شد و تصمیم گرفت که از پسرهاش برای انتقام گرفتن از آنگ استفاده کنه. نوآتاک تبدیل به یک عجوبه خون افسار شد و حتی از پدرش هم پیشی گرفت. پدرش هم برای انتقام اونو طرد کرد. تنش تا جایی پیش رفت که یوکون دو برادر رو مجبور کرد رو در روی همدیگه قرار بگیرن و ثابت کنن که کدومشون قوی تره. نوآتاک پیروز شد و به پدرش گفت که چون دیگه هیچ قدرت افزاری نداره ضعیف شده. اون خیلی زود به قبیله ی آب شمالی فرار کرد و هویت آمون رو از اون موقع به بعد برای خودش در نظر گرفت. این زمان بود که اون فهمید با قدرت خون افزاریش میتونه دیگران رو از قدرتشون محروم کنه. درست مثل آواتار آن. و از اون موقع به بعد بود که اون یک تهدید قطعی و جدی برای کورا شد و کورا هم باید باهاش روبرو میشد. و سرانجام میریم سراغ زهیر و گروه نیلوفر قرمز. نیلوفر قرمز با نیلوفر سفید که عمو آیرو هم جزی از اون بود مخالف بود. نیلوفر سفیدو که احتمالاً بدونید یک انجمن مخفی از مردم هر چهار ملیت ساخته بود که با همراهی همدیگه به دنبال فلسفه و حقیقت و زیبایی بودن. اما نیلوفر قرمز یک انجمن هرج و مرج طلب ایجاد کرده بود که هدفشون برچیدن ساختار قدرت بود. این انجمن هم شامل انسان‌ها می‌شد و هم ارواح. مشکل هم از جای شروع شد که گروه نیلوفر قرمز به دنبال کشتن رهبران سایر ملت‌ها افتاده بود و هدفشون هم این بود که یک هرج و مرج تمام عیار به بار بیارن. زهیر سال‌ها پیش وقتی نوجوان بود به گروه نیلوفر قرمز ملحق شد و اونجا بود که در مورد جدا شدن راوا و واتو توسط آواتار وار شنید. اون این اتفاق رو به منظره این دید که یک آواتار تعادل جهان ارواح رو به هم زده. زهیر بارالایک یکی از اعضای نیلوفر قرمز و عموی کورا که به دزدیدن کورا در زمان نوزادی هم کمک کرده بود ملاقات کرد. اونها از کورا برای فتح جهان ارواح استفاده کردند و واتو رو از زندان آزاد کردند. اما زوکو، ساکا، تنزین و تانراک جلوی زهیر و انجمنش ایستادن و اونها رو در زندان فوق امنیتی نیلوفر سفید زندانی کردند. همه این نقشه های زهیر نقشه براب شده بود تا اینکه در افسانه کورا دوباره از زندان فرار کرد و با تیمش آشوب بپا کرد. خب رفقا، این بود از وقایعی که در 70 سال بین آواتار آنگ و آواتار کورا اتفاق افتاد.
امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر فکر میکنید ما چیزی رو جا انداختیم حتما اون رو توی کامنت ها بهمون بگید. نظری، پیشنهادی، انتقاد داشتید اونا رو هم بهمون بگید. و اگرم حال کردید با این ویدیو لایک کنید، ساب کنید، به دوستاتون معرفیمون کنید. و مرسی که تا اینجا همراهمون بودید و تا یک ویدیو کامیک فکت دیگه، خدا نگهدار.